خانم ها و آقایان سلام و عرض ادب ابتدا جنیفر برای معرفی خوبش تشکر می کنم با وجود اینکه خوشحالم که در حضور شما هستم و جایزه آزادی نویسندگی 2023 میلادی را طرف همسرم نرگس محمدی قبول می کنم برایم بسیار دشوار است که او اینجا نیست و در زندان اوین به سر می برد. از طرف خانواده های من و فرزندان من کیانا و علی می خواهم از کمپین پن آمریکا بابت این جایزه و بابت تلاش های بیوقفه برای آزادی نرگس تشکر کنم. برای ما بسیار مهم است که بدانیم او و مبارزاتش فراموش نشدند. علی و کیانا آخرین بار در سال 2015 مادرشان را دیدند و بیش از یک سال است که حتی صدای مادر را نشنیدند. نمیدانم و نمیتوانم فراموش کنم که فرزندانم توسط دولت و نظام ایران و مسئولان زندان به امن آنها را حتی از صدای مادر محروم میکنند، شکنجه میشوند. میخواهم از زبان دخترم کیانا وضعیت خانوادگی من را بیان کنم که میگوید هر وقت بابا هست مامان نیست و هر وقت مامان هست بابا نیست. اما مهمتر، مردم ایران برای آزادی، برابری مدنی و دموکراسی مبارزه می کنند. جنبش مهسا در ایران علیه رژیمی است، زن ستیز که بر اقوام و مذاهب تبعیض اعمال می کند و بر اصناف ظلم می کند و جوانان معترض را می کشد یا زندان می اندازد یا کور می کند. اما اعتراض و مقاومت علیه رژیم ادامه دارد. شعار زن، زندگی، آزادی نشان می دهد که ما برای چه می جنگیم. نرگس در کنار دیگر زندانیان از سلولهایشان بخشی از این اعتراضات هستند. او هرگز سکوت نخواهد کرد. Let us stop the kings together. از شما بابت این جایزه بسیار سپاسگزارم.